أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبر بگو برای آنانی که در دست شما هستند از اسیرها، اگر بداند الله در قلوب شما خیری را، یعنی در قلوب شما تمایل به ایمان را، یعطیکم خیرا مما اخذ منکم، میدهد شما را بهتر از آنچه که از شما گرفته شده است، بهتر از آنچه که از شما گرفته شده است. و یغفر لکم، و میبخشاید برایتان، والله غفور رحیم، و الله بخشنده مهربان است. شما دیروز در جریان بودید که درس در جای رسید که در مورد اسیرهایی که از بدر گرفته شده بود آیات نازل گردید. خو از اسیرها فدیه گرفته شد و این آیه مبارکه نازل شد که اگر الله متعال در قلوب شما تمایل به ایمان را بیاورد و ایمان بیاورید، بهتر از این را الله، بهتر از این چیزی که از شما گرفته شده است، فدیه که گرفته شده است، بهتر از این را الله به شما میدهد، به شرطی که ایمان بیاورید، تمایل به ایمان داشته باشید. و این خبر را دستور داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم که به این اسیرها بدهد، خبر را به آنها برساند. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که در مورد من این آیت نازل گردید، از من فدیه گرفتن، از حضرت عباس هم از جمله اسیرها بود، بعد از من فدیه گرفتن، خلیکن الله متعال نور ایمان را در قلب من پیدا کرد و من ایمان آوردم. بعد از اینکه ایمان آوردم، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم از مال آنقدر برای من داد که من برداشتش نمیتانستم، برده نمیتانستم ایشه، یعنی چندین برابر آنچی بود که از من فدیه گرفته شده بود. پس بنابراین الله متعال آیت را درباره من نازل کرده است که گفت است یعطیکم خیرا مما اخذ منکم، شما اگر ایمان بیاورید بهتر از آنچه که از شما گرفته شده است، بهتر از او، بیشتر از او به شما الله میداد، یعنی الله برای من داد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه مال را برای من تقدیم کرد. بعد گفت یک چیز دیگر مانده است که و یغفر لکم. اینجا قرآن دو چیز گفت است، نه گفت است، یک گفت است بهتر برای شما میدهم و یک دیگر میبخشایم. حضرت عباس گفت امیدوار هستم که الله متعال این دومی را هم برای من نصیب کند که یغفر لکم، مرا ببخشاید. پس بنابراین آیه مبارکه در مورد همین اسیرهایی که از اونها فدیه گرفته شده بود می باشد و خبر می دهد که اگر ایمان بیاورید، این چیزی که از شما گرفته شده چیزی نیست، الله به دنیا هم به شما می دهد، به آخرت هم برای شما می دهد. خوش شما دیگه لجوجی نکنید، لجوج نباشید، عناد نکنید. حالا که دیدید حق را، اسیرم شدید و پیروزی مسلمانان را مشاهده کردید و ای کرامت ها و معجزات محمد صلی الله علیه و سلم را مشاهده کردید، خو ایمان بیاورید، الله به شما دنیایتون را هم خیر می کند، آخرت شما را هم خیر می گرداند. خب اما اگر نکردید
و ای یرید خیانتک، اگر اراده داشتن خیانت با تو را، خیانت کردن با تو را، که حالا اینا آزاد می شوند دیگه، فدیه که گرفته شد اونها آزاد می شدن. اگر اینها اراده دارن که باز دوباره به تو خیانت کنن، نترس، فقط خان الله من قبل، به تحقیق با الله یعنی به دین الله خیانت کردن قبل از این. فامکن منهم، فامکن منهم یعنی مسلط ساخت الله تو را بر ایشان. اینها قبلا هم خیانت کار بودند، در مکه هم خیانت کردند، در بدر هم خیانت کردند، در برابر تو استاده شدند، در برابر پیغمبر استاده شدند. خب اگر حال هم بعد از این اسیر شدن هنوز هم با قصد همین چنین خیانت ها را داشته باشن، نترس، الله تو را بر اینها مسلط ساخت و هم دیگه هم مسلط می سازد، دیگه هم مسلطت می سازد، از اینها نترس. فامکر منهم والله علیم حکیم، و الله متعال عالم و با حکمت است. آیات بعدی تا آخر سوره، یعنی تا آیه مبارکه 75 در مورد مؤمنینی هست که مهاجر شدن، یعنی مهاجران، مؤمنینی که از مدینه بودن، انصار، اینهایی که اون مؤمنین مهاجرین را کمک کردن، مؤمنینی که ظاهر اعلان ایمان کردن اما مهاجر نشدن، در مکه ماندن، و مؤمنینی که مهاجر شدند و ایمان آوردند بعد از حدیبیه، بعد از صلح حدیبیه، در مورد اینها می باشد مقامشان، جایگاهشان، کدام یک از اینا در نزد الله مقام بلند دارند، کدام یکش ندارند. امی چند گروه را که مسلمانان در اون زمان به امی گروه ها تقسیم می شدند این آیات اشاره دارد، و اول از مهاجرین شروع می کند. می فرماید ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند به مال و نفس خیش در راه الله، والذین آووا و نصروا، آنانی که جای دادند، آووا جای دادند این مهاجرین را، و نصرو و نصرت دادن، کمک کردن مهاجرین را و رسول صلی الله علیه و سلم را، اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینان بعضشان دوستان یک دیگر هستند، بعضشان اولیاء ولی و دوست یک دیگر هستند. والذین آمنوا ولم یهاجروا، آنانی که ایمان آوردن اما هجرت نکردن، یعنی به مکه ایمان آوردن و می توانستن هجرت کنن، هجرت نکردن. یا گروه خوب بودن در مکه که اونا نمی توانستن هجرت کنن، قید بودن، در زندان بودن، مشکلات بودن، مریض بودن، اونا رو شامل نیست، اونا خود آیتهای دیگه میه که الله مطال عذر از اونا را قبول کرد. اما این کسانی هست که می توانستن هم هجرت کنن. والذین آمنوا ولم یهاجروا، آنانی که ایمان آوردند و هجرت ننمودند، ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، نیست برای شما از دوستیشان، ولایتشان، از هیچ چیزی، یعنی با اینها کدوم دوستیه شما نباید داشته باشی، با اینها دوستی نگیرید، اینها دوستان شما نیستند، من شیء هیچ چیزی، حتی یهاجروا، تا اینکه مهاجر شوند، هجرت کنند. و ان استنصروکم فی الدین، اگر از شما طلب نصرت کردند در دین، از شما کمک خواستند در دین، باز فعلیکم النصر، بر شما می باشد نصرت کردنشان، یعنی کمک کردنشان. ها ولایت با اونها ندارید، شما ولایت خود ندارید، لیکن اگر طلب نصرت کردن، پس بفهمین که اینها ایمان دارن، ایمان حقیقی دارن، مشکل دارن، از شما طلب نصرت میکنن که بیاییم ما را کمک کنین، که ما گویا که به مدینه ما میهجرت کنین. و می خاطر بود که بعضی ها که واقعا مسلمان شده بودن و نمیتونستن بیاین،
رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل مرصد و دیگران را اختصاص داده بود که اینها را می‌رفتن می‌کشیدن، اینها را می‌کشیدن به طریق‌های مختلف، اونها را کمک می‌کردن تا برایان بیرون شون بیان به مدینه منوره بیاین. خب همین خاطر است که میگه اگر از شما طلب نصرت کردن در دین فعلیکم النصر، بر شما، پس بر شما هست نصرت کردنشان، باید اینها را نصرت کنید. الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر بران قومی که بین شما و بین ایشان عهدی هست. اگر نصرت خواستن از شما بالای اون قومی که با اونها شما عهد دارید، نه دیگه، حالا اینجا عهد خود را نشکنانید، در بالای اون قومی که با اونها، مثلا طایف ها زیاد بود، بعضی از اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها عهد بسته بودن، میثاق عدم جنگ، با شما جنگ ندارم، شما با ما جنگ نکنید، ما با شما جنگ نمی کنیم. خب اگر کسانی طلب نصرت خواستن از شما در بالای همچنین افرادی، نه دیگه، پس شما میثاق خود را نشکنید. والله بما تعملون بصیر، و الله با آنچه که شما انجام میدهید بینا هست. در این آیه مبارکه یک دو جایش اشاره به نیاز به توضیح دارد. یکی که جایی که میفرماید اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینهایی که مهاجر شدند و اینهایی که اونها را جای دادند، بعضیشان اولیاء بعض هستند. ادعی از این همون معنا را میگیرند که بعضیشان از بعضی میراث میبرند. یا اول امیتر بود، اخواتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد کرده بود در بین مهاجرین و در بین انصار، اینها به حد ای اخواتشان قوی بود که حتی در اول امر از اون دیگر میراث می‌برد. برادر یا کسی که از انصار است، برادر مهاجرش اگر مثلا این انصاری وفات میکرد، برادر مهاجرش مثل برادر حقیقی شقیق از اون میراث می‌برد. اگر اون مهاجر وفات میکرد، این برادر انصاریش از اون میراث میبرد. اولیاء و بعض، باز آخر این آیات میاد که وزی منسوخ شد، این منسوخ شد اونجا که الله تعالی گفت و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، آخر آیات است که نزدیکان اونهایی که صاحب رحم هستند، اینها اولا هستند به میراث یک دیگر، گویا که اون میراثی که دو اول بود او را نسخ کرد. به همین خاطر است که آیه همین جزء بعدی هم که ما لکم من ولایتهم من شیئن، ای را هم ادهی از مفسرین چنین ترجمه می کنن که شما با اینهایی که مهاجر نشدن ولایتی ندارید، یعنی میراث از هم دیگر نمی برید. گویا ای آیه اینطور اشاره دارد، ما لکم من ولایتهم من شیئن، بالکل که برادر حقیقی تو هم، شقیق تو هم، از پدر و مادرت هم که در مکه هست و مسلمان هم شده است، اعلان کرده مسلمان شدم، اما مهاجر نمی شود، اما مهاجر نمی شود و می تواند مهاجر شود، ما لکم من ولایتهم من شیئن، شما از هم دیگر میراث نمی برید، حتی یهاجروا، تا که هجرت کنند. اجراس که کردن معلوم میشود که واقعا برادر مسلمان این مسلمان حقیقی است. حالا خواهم مثلا برادر از برادر میراث میبرند، یا مثلا پدر از فرزند، به میطریق فرزند از پدر اینا باید میراث میبرند. خب اگر مهاجر نشدن، هجرت نکردن، شما به یکدیگر ولایتی ندارید، یعنی میراثی نمیبرید. چرا؟ چون بین مسلمان و کافر خو میراث نیست، و علامت مسلمان بودنم در زمان هجرت کردن بود، نه تنها گفتنه که ما مسلمان شدم، مگر به عذر خود مثلا جدا بود. خب که عذر نمی داشتی و مهاجر نمی شدی، پس معنایی بود که تو ایمان نیاوردی، پس به مسلمان و غیر مسلمان از یک دیگر میراث نمی برند. خب آیه بعدی می فرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، و آنانی که کافر شدند بعضیشان دوستان بعضی دیگر هستند. اینجا دیگه به معنای دوستی، به معنای نصرت دهندگان و کمک کنندگان یک دیگر هستند. الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، اگر شما این ولایت را انجام ندهید، اگر شما این نصرت را انجام ندهید که در ضمن اولیاء و بعضی می آید،
بعضهم اولیاء و بعض. اگر شما با یک دیگر ولایت نداشته باشید و معاونت نداشته باشید چه می شود؟ الا تفعلوه، اگر این را انجام ندهید تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر، در زمین فتنه و فساد بزرگ ایجاد می شود. والذین کفروا، طبعا خود در قدم اول خود کفار را شامل است که در مکه بودند و اینها ولی یک دیگر بودند، یعنی یک دیگر نصیر یک دیگر بودن، کمک به یک دیگر میکردن. تمام اقوامی که در اونجا بودن به ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشتن. شما در غزوه خندق را شنیده باشید که در حدود 10,000 نفر از تمام اقوامی که در مکه بودن و اطراف مکه بودن بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر کشیدن و برای علیکی کاملا مدینه را از بین ببرند و محو کنند و به زمین یکسان بسازند. کم نفر نبود، خب اینا اولیاء و بعض بودند. و همچنین از تمام کفاری که بعد از این آیات تا قیامت هستند، این کفار فقط در برابر مؤمنین، اینجا در برابر مؤمنین بین خود اختلافات زیاد داشتند، خود کفار مکه داشتند و بین خود اختلافات داشتن، اما در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم اولیاء و بعض با هم دیگر مددگار بودند. تا قیامت هم چنین است، کافر با کافر دیگر در برابر مسلمان ی ولی یک دیگر هستند، دوست یک دیگر هستند، نصیر یک دیگر هستند. فی الحال تو میبینی فی الحال در سوریه ما و شما آن برنامه هایی که برای از بین بردن مسلمان روسیه دارد با عمو برنامه هایی که آمریکا دارد در پشت پرده کاملا یکی هستند. به ظاهر آمریکا اعلام میداره که ما مخالف هستم با آمدن جنگنده های روسیه در اینجا در سوریه و کشتن اینها و چنین و چنان. نه، در واتین برای کشتن مسلمان و از بین بردن مجاهد کلشان یک دست هستند و حالا هیچ کاری هم نکردن، یعنی به ضد یک دیگر کدام اقدامی نکردن که یکی دیگر از اونجا خواسته باشه بیرون کشد. آمریکا هم هست، در خود سوریه ما شما آمریکا هم هست، نیروهایش هم هستن و روس هم هست، نیروهایش هم هستن و هر دو در پشت پرده جور مسلمان رو میزنن، مسلمان رو میکشن. خود در کل دنیا چنین است، یهودی، نصرانی، هندو، دیگه بر علیه مسلمان. اینطور نیست که اینها دوست مسلمان شوند، یک از اینا واقعا در کنار مسلمان استفاده شود بر علیه خودشان. به همین خاطر قرآن میگوید وقتی که اینها چنین هستند، اینها خود چنین هستند، خب اگر شما مسلمانان باز یکی ولی یک دیگر نشدید، یکی نصیر و مددگار یک دیگر نشدید، به کمک یک دیگر نشتافتید، دنیا را فتنه و فساد در بر بگیرد، یعنی همه مسلمانان خار و ذلیل می شوند، کشته می شوند، خون مسلمان جاری می شود، مثل که امروز در دنیا خون مسلمان جاری است، در گوشه و کنار دنیا خون مسلمان جاری است. مسلمان اذیت است، مسلمان کشته می شود، مسلمان به زندان ها است، مسلمان فقیر است، مسلمان خار است، بیچاره است، در بدر است. چرا؟ چون به این آیت عمل نیست، به این آیت عمل نیست. اگر شما الله متعال، الله راست می الله راست میگوید، آنچه که آیت قرآن باشد هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. میگه اگر شما یکی دیگر را مددگار نشدید، فتنه و فساد دنیا را در بر میگیرد، همچنان هم شده است که امروز میباشد. پس بنابراین قرآن اعلان کرد که به یک دیگر دوست باشید، به نصرت یک دیگر بشه تابید. جهاد افغانستان که در برابر روز پیروز گردید، یکی از اسبابشی بود که الحمدلله در امو زمان جهاد افغانستان امت اسلامی با افغانستان استاده شد، در کنار افغانستان استاده شد. امروز که در تلویزیون های ما ببینیم متاسفانه عرب ها بد گفته می شوند و عرب ها دشنام داده می شوند و متاسفانه بدبختی ها را ایجاد می کنند. عرب ها کسانی بودند که از بهترین شهرهای خود، بهترین خانه های مجلل خود، از کنار حرم شریف مکه معظمه مدینه منوره، از بهترین جاها حرکت می کردند به کمک مجاهدین افغانستان می آمدند.
خودشان هم می آمدن، مال خود را هم می آوردن، جان هم می دادن، شهید هم می شدن. به افغانستان زیاد از عرب ها شهید شدن، در این وطن زیاد از عرب هایی که بهترین زندگی داشتن، خودشان بهترین زندگی داشتن، خب اما اینجا شهید شدن. به می خاطر جهاد افغانستان پیروز هم گردید. الله میگوید اگر شما با یکی دیگر نصیر و مددگار یک دیگر شوید، خب پیروز میشوید. اگر نه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، در دنیا فساد و کبیر، فساد و فتنه در بر میگیرند. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، و آنانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد نمودن در راه الله، والذین آووا و نصروا، و آنانی که جای دادن این مهاجرین را و نصرت دادن آنها را، اولئک هم المؤمنون حقا، ایشان استن این گروه، ایشان استن مؤمنین حقیقی. حالا دیگه امو تأیید الله متعال آمد و به آخر آیت و فمون مهاجرین و همی انصار، اونهایی که جهاد هم کردن در راه الله و مال و نفسشون، مؤمنین حقیقی منها هستن. چی هست مقامشون؟ لهم مغفرت و رزق کریم، برایشان مغفرت الله هست و رزق نیک الله برایشان آماده است در بهشت الله. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم، گروهی اخیر من، گروهی که بعدها مؤمن شدن اما بعدها، مثلا من بعد و بعد از مفسرین بعد از صلح حدیبیه را مراد دارن. پس آنانی که بعدها مؤمن شدن و مهاجر شدن، اونها چی است؟ چگونه است؟ خب می فرماید والذین آمنوا من بعد، و آنانی که ایمان آوردن بعد از صلح حدیبیه، و هاجروا و هجرت کردن، و جاهدوا معکم و جهاد کردن با شما، فاولئک منکم، اینها هم از شما هستند. اینها هم مؤمن هستند، اینها هم از شما هستند. درست است، مقام او کسی که بعدها ایمان آورده است تا مقام او که به اول به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده است خو یکی نیست، طبعا اون مقامش بالاتر است، پایانتر است، لیکن مؤمن هستن، این هم مقام دارن در نزد الله. همین که اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدن، به او ایمان آوردن، از جمله صحابه کبار رسول الله صلی الله علیه و سلم شدن، از این مقام بالاتر چی باشد؟ خیلی مقام بلند است. اینها از شما هستند. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، حالا دیگه به آخر آیت ای آمد که اولو الارحام، صاحبان الرحم یعنی خیشاوندان، بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، بعضشان اولاتر هستند نسبت به بعضی، بعضشان نسبت به بعضی اولاتر هستند از دیگران فی کتاب الله، در کتاب خدا. یعنی چی؟ یعنی این کسانی که مثل امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه که در مورد میراث میگیرن، خب میگن قرآن حالا دیگه نسخ کرد، یعنی اینجا نسخ گردید، او ولایتی که اول بود، او ولایتی که اول میگفت که مهاجر از انصار، انصار از مهاجر میراث میبرد، اینجا گفت نه، اولا به میراث امی اولو الارحام هستند، اولو الارحام هستند، اونهایی که نزدیکان یک دیگر، یعنی خیشاوندان یک دیگر هستند. اگر خیشاوندی نبود او مسئله دیگه میراث بر جا گذاشته میشود. ها ولایت به معنای دوستی هست، ولایت به معنای محبت هست، مهاجر، انصار، مسلمان، هر مسلمان به مسلمان دیگر، هر برادر خوانده با برادر خوانده، خواهر خوانده با خواهر خوانده، خیلی محبت دینیشان بودن شک هست، اما صرف میراث از دیگر نمیبرن. ان الله بكل شيء عليم، به تحقیق که الله بر هر چیزی دانا و با خبر است. سوره مبارکه براءه، سوره براءه چند نام دارد. سوره براءه هم این را میگویند، سوره توبه هم این را میگویند،
سوره فاضحه هم این را میگویند. نام های زیادی دارد، حتی که بعضی از مفسرین نام های این سوره را به ده نام رساندن، به ده نام، لیکن مشهورترین نام هایش همین نام ها هستند. سوره براءه. براءه چرا؟ براءت به معنای بیزاری، اعلان بیزاری، چون در این سوره مبارکه الله متعال اعلان براءت کرد از مشرکین و رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان براءت کرد بیزاری. ما از مشرک دیگه بیزار هستیم، عهدهام شکسته شد، عهدی که در بین مسلمانان و مشرکین بود برداشته شد، چنان که تفسیرات شهده یا سوره میخوانید. پس این سوره سوره براءت است، یعنی اعلان بیزاری از هر مشرک، از هر مشرک و کافر. سوره توبه هم هست، این سوره توبه به خاطر که یکی از مواضع خیلی عظیمی توبه در این بیان شده است، یعنی یکی از موارد بسیار جالب توبه در این آمده است که من و شما او را هم میخوانیم. سوره فاضحه هم را میگویند. فاضحه به معنای رسوا کننده، رسوا کننده. این سوره مبارکه نقاب را از روی منافقین کاملا برمیدارد و از روی مشرکین برمیدارد، نقاب میکشد، اونها را رسوا میسازد، واقعا خصوصا در واقعی که در این سوره به او اشاره زیاد دارد، یعنی در اون غزوه تبوکی که مسلمانان رفته بودند. دیگه بعد از او منافقین را این سوره مبارکه واقعا فضیح ساخت، رسوایشان ساخت که منافقین چه کارها میکردند. پس این سوره به نام فاضحه هم یاد میشود. سوره مبارکه از سوره های عظیم قرآن مجید است، از سوره های خیلی بزرگ قرآن مجید، چرا که یا آخرین سوره است که نازل شده است بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی آخرین سوره، یا که اقلا از جمله آخرین سوره ها می باشد، آخرین سوره هایی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. حالا که این سوره از جمله آخرین سوره ها بود، لذا محتویات بسیار عظیمی دهی الله متعال قرار داده است، هدایت های بسیار عظیمی دهیش قرار داده است، درس ها و اندرز های عظیمی دهی قرار داده است برای امت اسلامی، چون آخرین روزهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و این سوره را الله متعال نازل کرد که اینه دیگه، حالا بگیرید به این سوره ها، به این آیت ها و مستحکم و چنگ بزنید به اینها و به طبق این سوره مبارکه عمل کنید و رفتار کنید. لذا یکی از سوره های عظیم قرآن مجید از نظر محتوا به حساب می روند. سوره مبارکه اگر به جزئیاتش کمی بیاییم، چند موضوع را مورد بحث قرار می دهد. یکی عبادت کنندگان بتان و مشرکین را اعلان می کند که من بعد با بت پرستان دیگه دوستی، دیگه عهد، دیگه میثاق، دیگه هیچ چیزی نباید باشد، بس کنید دیگه، قطع کنید با مشرک و بت پرست و آنانی که با خدا خدایان دیگر را می پرستند، قطع رابطه کامل تا روز قیامت الى یوم القیامه و اعلان براءت و بیزاری از شرک و اهل شرک. یک موضوع. موضوع دیگه ای سوره در مورد منافقین که قبلا هم اشاره کردم، منافق را هم در این سوره مبارکه خوب واضح معرفی میکنه که انمین منافق است و دیگه با منافق دوستی نباید باشد، منافق را هم بشناسید وی خطر عظیم را خوب متوجه باشید. این دومین موضوع سوره. همچنین سوره در مورد جهاد فی سبیل الله که یکی از بزرگترین اعمال مسلمانان است، در مورد او صحبت دارد، یعنی اعلان ای دارد که شما این جهاد فی سبیل الله را تا آخر عمرتان، تا آخر عمر امت اسلامی ایر نگذارید، که عزت شما در جهاد است، بزرگی و افتخار شما در جهاد است، جهاد را از پیش شما ترک نشود و این فریضه الله را به کنار نگذارید. همچنین سوره از انحرافات اهل کتاب هم
آخرین صحبت ها را دارد از انحرافات اهل کتاب در سوره های دیگر ما خوندیم. خود در این سوره هم صحبت های اخیر خود را دارد که این اهل کتاب را هم بشناسید، بهتر بشناسید. اتحاد و یکصف بودن مسلمانان یکی از موضوعات دیگر این سوره است که اعلان می‌دارد که شما تا زمانی که متحد و متفق نباشید به جایی نمی‌رسید، این اتحادتان را نشکنانن متوجه باشید. همچنان بر مهاجرین سابقین، آنانی که هجرت کردند و اول به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند، مقام آنها را بیان می کند که نباشد شما قدر اینها را ندانید. قدر اینانی که محمد من را از ابتدا در کنارش استادند و او را تقویه کردند، با او مهاجر شدند. ابو بکر صدیق را در این قصه بیان می دارد در این سوره. اینها را ارزش و مقام اینها را بدانید. و بالاخره در سوره مبارکه هم اشاره به احکام دیگر مثل زکات و چیزهای حرام شده و وجوب طلب علم، واجب بودن طلب علم، تعلیم و تعلم، اینها را هم اشاره دارد که هر یکی از موضوعات موضوعات حیاتی برای مسلمانان می باشد. ربط این سوره مبارکه به سوره ما قبل در این است که خیلی اختصار در اونجا در اون سوره مبارکه که حجت جستن و محاجه با کفار با سنان بود، یعنی با شمشیر بود. در سوره انفال ما اشاره کردیم، دیروز نه دیروز درس بگمان کنم، که حجت جستن در برابر دشمن با شمشیر یکی از راه ها که اگر در صورت دیگر چیزی کار نیفتاد از شمشیر باز کار بگیر. اینجا دیگه تفصیلش هست، یعنی این تفصیلی بر همو حجت به شمشیر است، یعنی مبارزه با دشمن با شمشیر تفصیلاتش در این سوره مبارکه می آید. و علت ای که بسم الله الرحمن الرحیم در اول این سوره در مصحف نوشته نشده است، شما در قرآن مجید هایی که پیش شما هست میبینیم که در اول همه سوره های دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است، اما در اول این سوره بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشده است. خلاصه و موجز شمی است که خود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که جامع قرآن بود، او میگوید از او سوال شد که چرا شما بسم الله الرحمن الرحیم را در اول این سوره ننوشتید در حالی که در اول همه سوره های قرآن نوشته کردید. گفت که این دو سوره، یعنی سوره انفال و سوره توبه، به اندازه معانی اینها و مفاهیمش به یک دیگر نزدیک بود که گمان برده میشد که اینها یک سوره باشند. مفاهیم و مطالب، گفتم اونجا هم سنان است، نه اینجا هم سنان است، تفصیل هم است. اینها مفاهیمش به دیگر به اندازه نزدیک بود که مثل یک سوره حساب می شد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات نمودند، چنین دستوری از آنها نرسید در حیاتشان که در اول از بسم الله الرحمن الرحیم بنویسید. پس بنابراین صحابه هم دیگر گفتن اینها بالکل شاید یک سوره باشد، بلکل شاید یک سوره باشد، و ما دستور نیامد است که بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم، لذا نمی نویسیم. لذا ما به جای موقوف می باشیم که به ما از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور رسیده باشد. این سوره گویا که این دو سوره هر دو یک سوره هستند، پس بین یک سوره خود لازم نیست بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شود. حالا کل حال موضوع امی قول راجح تر است که امو مسئله نزدیک بودن دو سوره و اختلاف صحابه در موردی که آیا اینها دو سوره هستند یا یک سوره هستند، همین حضرت عثمان میگوید باعث این شد که ما بسم الله الرحمن الرحیم را در اولش نگذاریم و عدم چی رسیدن دستور از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایسته چیز شد پس؟ یکی موافق بودن مضمون هر دو سوره، یک. دومی که اختلاف صحابه در موردی که اینها یک سوره هستند یا دو سوره هستند، دو. و سوم ثابت نشدن از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم به این که باید بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شود. این سه چیز باعث آن است که بسم الله الرحمن الرحیم در اولش نوشته نشده است، اگرچه بعضی ها یک قول را از حضرت علی
ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت کردن که حضرت علی میگوید که این سوره نازل شده است به شمشیر. این سوره سوره شمشیر است. خب بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم که هست او امان است، چون که او امان است توی شمشیر است، پس بسم الله الرحمن الرحیم در اولش نوشته نشده است. امان نیست، این سوره سوره امان نیست، سوره شمشیر با کفار و با دشمن و با مشرک و اینها است، امان در اولش قرار ندارد. اما این قول قول خیلی قوی نمی باشد، چرا که در سوره های دیگه هم خب جهاد زیاد آمده است، در سوره های دیگه هم تاکید به جهاد شده است. خب پس دیگه او اونا می گپ میاد که بیاد اولش بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ننویس، چون که درش شمشیر آمده است و جهاد آمده است. اینا یه قول اونقدر قوی نیست، اما چیزی که اول به شما اشاره کردم او قوی تر می باشد. والله اعلم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بيزاري أسأز الله ورسول، يعني إعلان بيزاري أسأز الله ورسول. إلى الذين عاهدتم بأنانك بيمان بستد شما أز مشركين، أز مشركان أنانك شما بنها بيمان بستد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشركين پیمان های داشتن با ادعاهایی از اونها با بعضی قبایلشان. زمانی که این آیات این سوره نازل شد، این سوره کی نازل شده است؟ این سوره در سال نهم، در سال نهم هجرت نازل شده است. بعضی آیات از این سوره قبل از غزوه تبوک، بعضی آیات این سوره در هنگام استعداد و آمادگی به غزوه تبوک، بعضی از آیات از این سوره بعد از غزوه تبوک نازل شده است. و این سوره مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال نهم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را فرستاد تا امام حجاج باشد، امام حاجی ها باشد، یعنی بزرگ و نماینده رسول الله صلی الله علیه وسلم، امیر حجاج باشد در مکه مکرمه. در مصالح که سال حج بود، رسول خدا حضرت ابوبکر صدیق را روان کرد. بعد از او باز بعد از اینکه حضرت ابوبکر صدیق را امیر قرار داد و رفت، باز حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه او را فرستاد که برو این سوره را بخوان، این سوره را اعلان کو، یعنی اعلان کو در مکه مکرمه در هنگامی که همه جمع هستند، مشرکین هم جمع هستند، اونام دیگه طواف خود را میکنن، اونام دیگه حج خود را میکنن، اونام خود قبل از اسلام هم میکردن، در وقت هم مشرکین هم هستند، مسلمانان هم هستند، دیگران هم هستند، این سوره را برو اعلان کو که من بعد براءت شد، اعلان براءت شد از مشرک، دیگه ما بازی با هیچ مشرکی عهدی نداریم، با هیچ مشرک پیمانی نداره، مگر همین چند ماهی که اینجا اشاره دارد، خود آیت ها اشاره کرد 4 ماه، تا 4 ماه اینها را وقت بده، بعد از اون که پیمان ها خلاص شد و ما از اینا مقابله و جنگ است، یا باید این سرزمین مقدس را رها کنن، این سرزمین پاک را رها کنن، چنانچه که آیت ها گفتیم ما شما نی حتی لا تکون فتنه، تا که یک فتنه نباشد، یا اینها را باید رها کنن این سرزمین را، یا که با اینها میرزمیم جنگ میکنیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد و این سوره را در خود مکه مکرمه در روز یا در عرفات، در روز عرفه یا در روز عید، روز عید در مکه مکرمه این سوره را خواند و بلند اعلان کرد. خب عهد تو من حالا اشاره به طرف همو عهدهای است، عده از او عهدهایی که رسول الله به آنها عهد داشت، عهدشان خلاص شده بود، او خود خلاص شده بود، صحیح شد، عده هنوز عهدشان مانده بود، یعنی همو عهدی که اندازه عهدی که بین رسول الله و اینها بود، مثلا برای 1 سال، خب سال هنوز پوره نشده بود، هنوز چند ماه دیگه، چندین مثلا نیم سال دیگه مانده است، کم اضافه مانده است. اینجا اعلان آمد که اونهایی که شما به اونها عهد دارید، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به اونها عهد دارد، دیگه عهدها دیگه خلاص شد، از طرف الله معلوم گردید، فقط 4 ماه، بعد از 4 ماه دیگه عهدی نیست و عهدها شکسته می شود. و یک مسئله دیگه هم که لازم به تذکر است این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا علی ابن ابی طالب را فرستاد؟ بعضی به این عقیده هستند که ببینید اینجا خود نشان دهنده ای است که ابوبکر لیاقت امامت را نداشت،
ابو بکر لیاقت امامت را نداشت. اول پیغمبر خدا او را روان کرده بود. خب پس چرا برای امون نگفت که اعلان کن این سوره را بخوان؟ اعلانی که از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شکستن عهد با مشرکین شد، چرا علی ابن ابی طالب روان کرد؟ پس این معلوم است که این اصلا لیاقت قیادت مسلمانان را و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارند. اما این استدلال خیلی ضعیف است برادران، خیلی ضعیف است. چرا که اینا یا میدانن اینا که اینترین استدلال میکنن، یا میدانن که خود را میزنن به کوچه های چپ، یعنی عناد میکنن، یا نمیدانن. خود یه خوزوف است. اصلا برادران گرامی، اصل مسئله به اینجا بود که قانون عرب بری بود، قانون عرب ها، که یک کسی که با گروه عهد میبست، حالا برای شکستن عهد یا خودش باید میامد، خودش میامد عملا اعلان میکرد که من عهد خود از این بعد با شما عهد خود را شکستاندم، یا یکی از نزدیکانش، یکی از نزدیکانش، یعنی نزدیکان نسبیش، متوجه میشین؟ نه دوستانش، از نزدیکان نسبیش باید میامد، به چکاکایش به طور مثال، برادرش به طور مثال، بچهش به طور مثال، از این نزدیکان میبود. خب زمانی که به رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر صدیق را امیر تعیین کرد و مقام امارتش بود و در او هیچ شک و مشکل هم نبود، صرف زمانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور آمد که عهد خود را بشکنان، عهد خود را بشکنن با این مشرکین، حالا بعد یا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میره، یا کسی از نزدیکای خود روان میکرد. خب پس از علی ابن ابی طالب که نزدیکش بود، به چکاکایش بود، دامادش بود، این روان کرد که برو دیگه از طرف من، حالا دیگه اونا قبول میکنن. وقتی که تو بروی عهد دیگه واقعا عهد شکست. اگر با این دستور میداد که ابوبکر صدیق اعلان کند، حضرت عمر ایران کند، خونه های اعتراض میکردن که ما عهد با محمد بستیم، خودش باید بیاد عهد رو بشکناند، یا یکی از نزدیک های نسبیش. خب این به یه اساس بوده است، این به یه اساس بوده است دوام کردن علی ابن ابی طالب، به معنای این نیست که ابوبکر صدیق حق امارت را نداشت، و ابوبکر صدیق امیرم بود، با رفتن علی ابن ابی طالب هم امیر بود، او امام بود، نماز رو میداد، همه نمازها رو پیش سر از او میخواندن، امیر مسلمانان او بود، علی ابن ابی طالب هم همراه از او بود. صرف اعلان علی ابن ابی طالب کرد و ای دیگه ای خود کدام گپی نیست، نمیخوام که مردم از چی گپ جور میکنن. فسیحوا فی الارض اربعت اشهر و علمو انکم غیر معجز الله، پس شما بروید در زمین، بگردید در زمین، اربعت اشهر چار ماه، حالا شما چار ماه وقت دارید، اربعت اشهر مراد از بعضی ها گفتن شوال و ذی القعده و ذی الحجه و محرم، چهار ماه، این چهار ماه را اعلان کرد که شما چهار ماه وقت دارید، بگردید، چکر بزنید، بیایید به مکه داخل شوید و بروید. اما بعد از این چهار ماه دیگه خلاص است، بعد از این چهار ماه. و ایده هم گفتن که اربعت اشهر مراد از این چهار ماه، اما بعد از اعلان است، یعنی بعد از عید اضحا، عید قربان، در عید قربان اعلان شد و علی ابن ابی طالب اعلان کرد، خب آیت ها را خوان، خب از می بعد و بعد از این چهار ماه ادامه دارد، نه او چهار ماه دیگر. حالا کلا دو قول است، هر دو به این نشان میداد که الله اینها را چهار ماه وقت داد، چهار ماه. و علمو انکم غیر معجز الله، و بدانید که شما غیر عاجز کننده الله هستید، یعنی عاجز کننده الله نمی باشید، و ان الله مخزی الکافرین، و الله متعال، الله خار و ذلیل کننده از کافران را، و اذان من الله و رسوله، و اعلان است از الله و رسولش الى الناس به سوی مردم، اعلان چیست؟ یوم الحج الاکبر، در روز حج بزرگ، روز حج بزرگ، یا مراد از عرفه، یا مراد از روز نحر، یعنی روز عید، روز عید قربان. اذان اینجا اذان من الله و رسولی، ای اعلان غیر از براءت است، یکی که اول آمد که براءت من الله و رسولی، اینجا میگه و اذان من الله و رسولی، اعلان است، ای اعلان، او براءت، اعلان براءت صرف برای، یعنی مختص برای کسانی بود که عهد بود،
بین اونها و بین مسلمانان عهد بود. الی الذین عاهدتم آمده بود، نه آیات ما مال خوندین، به سوی اونهایی که شما عهد دارید. اما این اعلان، اعلان براءت عام است با کسانی که عهد دارید، با کسانی که عهد ندارید، با کافر، با مشرک اعلان کنید که ما شما دیگه بیزار، خط ما و خط شما جدا شد، خط اسلام و خط کفر جدا گردید. و امروز نصرت و پیروزی را الله متعال به مسلمانان داد، دیگه من بعد دیگه بین ما و شما هیچ چیزی نخواهد بود. و اذان من الله و رسوله، و اعلان است از الله و رسول الی الناس بسوی مردم، یوم الحج الاکبر، بر در روز حج اکبر، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اینکه الله بیزار است از مشرکین و رسولش هم بیزار است. و رسوله خوانده می شود، خب و رسوله خوانده خوانن و رسوله، و رسولش هم بیزار است. حالا دیگه اونایی که عهد دارن و ندارن همه مشتکین، از اونها ما بیزار هستین. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبه کنید ای برای شما بهتر است. توبه کنید یعنی ایمان بیاورید، ای به شما بهتر است. و ان تولیتم، اگر شما رو گردانید از ایمان، فاعلموا انکم غیر معجز الله، پس بدانید که شما عاجز کننده نمی باشید الله را، شما الله را نمی توانید عاجز کنید. و بشر الذین کفروا بعذاب الیم، و بشارت بده آنانی که کافر شدند به عذاب دردناک. بشارت خوب برای به کارهای چی میاد؟ نه خوب میاد دیگه، اما اینو به تو به طور توبیخ به آنها میگوید قرآن مجید، به اینا بشارت بده. چی؟ خوب گوش میگیرین، یعنی آدم که گفته شد که بشارت به تو بشارت میدم، خوب گوش میگیره چی گپ هست، خوش خبری دارم. میگه خوش خبری یه میاد که عذاب علیم، خوب گوش بگیر، متوجه باش که برای کافر عذاب دردناک الله می باشد. الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر آنانی که شما با آنها عهد بستید از مشرکان، ثم لم ينقصوكم شيئا، بعد از آن کمی نکردند در عهد شما، در عهد خود با شما چیزی را، ولم يظاهروا عليكم احدا، و مدد نکردند بر علیه شما هیچ کسی را، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، پس برسانید به سوی ایشان، تمام کنید به سوی ایشان عهد آنها را تا مدتشان، تا وقت مقررشان، تا وقتشان. ان الله يحب المتقين، الله دوست می‌دارد متقیان را. این مراد از چیست؟ خب اصلا همین مشرکینی که اعلان براءت بر اونها آمد و چهار ماه برایشان وقت داده شد و رسول الله عهدها را به اونها شکست، این همون مشرکینی بودند که مشرکینی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگیده بودند، با رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیانت کرده بودند، عهدهای خود را بار بار شکستانده بودند. اما یگانی اینچنین هم بودند، یگانی که آنها به عهد خود و ماندند، یعنی نشکستاندند عهد خود را و با مسلمانان در جنگ وارد نشده بودند. خب پس الله متعال اینجا امونها را خاص کرد، همون یگانشان رو خواست کرد، گفت مگر همون کسانی که به عهد خود هیچ کمی نکردن، خب اونها تا عهد مدتشان ادامت بده، تا مدت اگر یک سال بوده است همون یک سال تکمیل کنیم، اگر شش ماه بوده است شش ماه رو تکمیل کنیم. اینجا اعلان برای چهار ماه آمد، لیکن به اونها تموم مدتشان، باز مدتشان که رسید پوره شد دیگه، وقتشان که وقتشان که عهد شما تموم وقت بود، حالا که بعد از او اینها هم دیگه براءت است، اینها هم براءت است، اینها هم حق وارد شدن به مکه را ندارن و با اینها باید مبارزه ادامه پیدا کند. چنین است. بعد می فرماید فاذا انسلخ الاشهر الحرم، آن زمانی که گذشت تیر شد ماهای چهار ماه حرام، اشهر الحرم اشاره به ترمیه چهار ماه است، چهار ماهی که اعلان آتش بس شد. خب اشهر الحرم اگر مراد از امو شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم رو بگیریم، خب اینا ماهای حرام قبلا هم بود، مگر شوال، مگر شوال دیگه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، اینا خب قبلا هم ماهای حرام، ماهای حرام داشتن اینا، نه چهار ماه حرام بود، بس اشهر الحرم اشاره به طرف، چون که اکثر هم اینا ماهای حرام بودن اشهر الحرم گفته شد.
اگر مراد از این چهار ماه این شوال و ذوالقعده و ذوالحجه اینا نبوده باشد، یعنی از عید شروع شده باشد، از عید قربان به بعد، خب اینا خوشان ماهای حرام نبود، لیکن اشهر الحرم به خاطر گفته است که به اینا اعلان تامی چهار ماه اعلان حرمت قتال شد، اعلان حرمت جنگ شد. این چهار ماه اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم و اسلام همی شد که تا چهار ماه ما شما جنگ نداریم، صلح هست بین ما شما. پس از اشهر الحرم به خاطر حرمت قتال اشهر الحرم گفته شده است. این چهار ماه اگر مراد از این ماه های حرام گرفتن نشود، خب اگر این چهار ماه گذشت چه کنید؟ فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكشيد مشركان را هر جا که مییابید آنها را، و خذوهم و بگیرید آنها را، و احصروهم و آنها را حصر کنید، یعنی آنها را حبس کنید، حصر بنمایید، محاصره بنمایید آنها را، و قعدوا لهم كل مرصد، و بنشینید بر ایشان هر کمینگاه را، هر راه را، بر سر هر راه بنشینید. فإن تابوا، اگر توبه کردن یعنی ایمان آوردن، و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، و نماز را برپا داشتن و زکات را دادن، فخلوا سبیلهم، رها کنید راهشان را، رها کنید آنها را، یعنی بگذاریدشان را. حالا دیگه ایمان آوردن، مسلمان شدن، مثل شما هستن، برادر شما هستن. اگر ایمان آوردن، توبه اینجا مراد از توبه است، و بعد از توبه باز اعمال را اشاره می کنند. هم توبه کردن، نه تنها توبه ای به زبان، بلکه اقام و صلات و آت و زکات، ایمان آوردن، باز نماز هم خواندن، روزه هم گرفتن، زکات هم دادن. حالا دیگه اینها فخلوا سبیلهم، ان الله غفور رحیم، به تحقیق الله بخشنده و مهربان است. خیلی زیادی از می مشرکین در این مدت چهار ماه ایمان آوردن، یعنی الله متعال وقتی که آیات را نازل کرد، چهار ماه برایش چی داد؟ وقت داد. خب اینا بعدا فهمیدن که دیگه خلاص است از ما، از ما خلاص است، و ما اگر به می کفر خود و شرک خود بمانیم، گردنهای ما هم زده می شود، یا باید این منطقه و این محیط هم ایرا کنین. هم او تأثیر گذار شد، و همی که دیدن که والله همی که بر حق است، اگر پیروز هم شد، این روز به روز پیروزی هایش آمد، فتح مکم شد. حالا ببینید که حتی این شروع کرده است با شام، با قیصر، با اون مبارزه میکنه، در حال شکست دادن لشکرهای قیصر هم هست. خامی حق است دیگه، بیم ایمان بیارید. زیاد از اینا ایمان آوردن، و می خاطر میگه فإن الله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. اینها را با وجود تمام مبارزاتشان با رسول الله، جنگ هایشان با رسول الله، اینها را الله میبخشد، میبخشد، خدا مهربان است که توبه کنند و ایمان بیاورند. و این احد من المشرکین استجارک، و اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست، استجاره که پناه خواست از تو، فاجره حتی یسمع کلام الله، پس پناه بدی آن را تا اینکه بشنود کلام الله را، پناهش بدی تا قرآن را بشنود. که اگر یکی پناه می خواهد که بیاد در نزد تو، در مدینه بیاید، در مکه بیاید، در این جایی که تو گرفتی، و می خواهد که اینجا باشد، به پناه تو باشد، یعنی از تو پناه می خواهد، خب پس پناه بدی برایش تا کلام الله را بشنود. ثم ابلغه مأمنه، بعد از آن برسان او را به جای امنش. بعد از این که باز میخواست اگر برود به اون محل خود، او را برسان به جایش، هم برسان، یعنی کسی او را چی نکند، غرض نگیرد. چون چرا؟ چون پناه خواسته است، در پناه مسلمانان است. آن کسی که در پناه مسلمانان بود، کشتنش جایز نیست. حتی گفته میشه کشورهای اسلامی زمانی که پاسپورت میدن به یک نفر، یک اروپایی، یک آمریکایی، یک دیگه پاسپورت به او میدن، به این معنی است که ما تو اجازه دادیم، به تو پناه دادیم، به مدت یک ماه، دو ماه، پنج ماه، شش ماه، مثلا تو به کشور ما باش، لذا کشتنش جایز نیست. یعنی تو دوی نیست که هر جا که یک کافری دیدی که راه میره و آمده در کشورت، والا بگیری بکش. در کشور اسلامی آمده است، به اساس یک اجازه آمده است، به اساس یک پناه آمده است. او را پس بهش برسان، به جایش پس برسان، به کشورش پس برسان. جنگی که بود مردانوار جنگ باشد، این جنگ غیر مردانواری لذت و مزه ندارد که یکی رو دیدی اینجا در کشورت آمده است، به یک گوشه پیدا کردی، او را بکش. این غیر مردانگی است. ثم ابلغه مأمنه، او را برسان به جایش.
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن بسبب آن است که ایشان قومی هستند نمیدانند، باشد که بدانند، باشد که قرآن را بشنوند. کلام الله مراد از اینجا قرآن است، تا کلام قرآن را بشنوند، بدانند، متوجه شوند، شاید ایمان بیاورند. یا قصه بسیار ظریف جالبی که از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه نقل شده است که میگن یک روزی حضرت امام حنیفه با یاران خود یک جای مسیری از جای به جای دیگه میرفتن که به گیر خوارج افتادن. خوارج خود کسانی بودن که مردم را میکشتن. میپرسیدن که چی میگی درباره ابوبکر؟ و نفر میگفت که خلیفه رسول خدا بود. چی میگی درباره عمر؟ خلیفه خدا بود. هر کس هم بیتر میگفت عثمان خلیفه خدا بود. علی؟ اگر در مورد عادت علی کسی میگفت که او هم خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین، میگفتن بکش این را، چون اینا مخالف عادت علی بودن. حتی عادت علی را کافر میگفتن، کافرش میگفتن، در خود مجلس استاده میشن میگفتن تو کافر هستی. خب برابر این عادت ابو حنیفه رحمت الله تعالی یک جای با چند تا از یاران و شاگردان خود گیر افتادن و در دشته که اینا بگیر خوارج، اونام شمشیر دارن، تیار آماده مجهز. یاران حضرت امام حنیفه گفتن که یا امام الله ما را میکشن، ما به خطر مواجه شدیم، ما را میکشن اینها، و اینا چی کنیم؟ حضرت امام حنیفه گفتن که شما بمانید، جواب به من بمانید، شما هیچ کدامتون گپ نزنید، حق گپ زدن ندارید. هم که به اینا رسیدن گفتن من انتم کیستین؟ شما به شما کیستین؟ یعنی میخواستن معلومات بگیرن. حضرت ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه بس آدم هوشیار بود در زندگی. حضرت ابو حنیفه خیلی آدم عاقل هوشمند و هوشیار تیر شده است که نظیر نداشته است. بعد میگه به اینا گفت که نحن قوم مستجیرون، ما قومی هستیم که پناه جوینده. خب قبش هم صحیح، ما پناه به الله میبریم، ما پناه به دین میبریم، الله پناه برندگان هستیم. هم گفت مستجیرون، اینا گفتن خب اینا مشرکای هستن، میخوان که قرآن را یاد بگیرن. اینا ایشون میکنن که قرآن را اینا بشنون، قرآن را. یکی از خوارج بیا که گفت آیات قرآن رو به اینا بخون، آیات های قرآن رو به اینا بخون، چرا که قرآن کمی تر گفته است که یکی از اگر کسی از مشرکین به تو پناه برد که میخواد که قرآن را بشنود، پناه بده برایش. گفت اینا رو پناه بده، برایش قرآن را بشنوان، یک آیت ها را بینو بخون، پس برسون به هر جا که اینا میخواهیم بروند. قرآن را گفته حتی چی سم ابلغ و مأمنه، بعد از او برسون او را به سر جایش. گفت پس به سر جایش هم برسون، به هر جایی که اینا میروند اونا را برسونید، کسی به اینا ضرر نرساند که اینها بخواهن قرآن را یاد بگیرن. قرآن را یاد بگیرن، ابو حنیفه است خودش سبحان الله. خب خوارج چنین بودن، اینا را احترامانه آیات را به اینا خواندن، بردن به سر جایشان رساندن. از عرفه گفت نگفتم مر بمانیم، من خلاص میکنم شما را از شر از اینا، وگرنه شما را میکشتن. خب من که گفتم ما پناه برندگان هستیم، به الله پناه میبریم، هیچ دروغ هم نگفتم، خلاص هم شدیم. حالا کل حال اینجا آیه مبارکه هم چنین میگوید، آیه مبارکه میگه که اگر مشرکین از تو پناه خواستن، پناهشان بده تا کلام خدا را بشنون، شاید ایمان بیاورند. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ چگونه می باشد برای مشرکین عهد در نزد الله و در نزد رسولش؟ الا یعنی نمی باشد. چگونه می باشد؟ یعنی نمی باشد. اینا مشرک هستند. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر آنانی که شما با آنها عهد بستید در نزد مسجد الحرام. گفته شده است که مراد از این قریش است، یا مراد از این قریش است، یا مراد از این قبائل بنی بکر، یا قبائل خاص بودن که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نزد مسجد الحرام با اونها کدام عهدی بسته بود، اونها هم به عهد خود مانده بودن، نقض نکرده بودن. خب دیگه مشتکین الله مطال میگه این مشتکین عهدی ندارن، مگر اونایی که در نزد مسجد الحرام با اونها عهد بسته بودن، مثلا عهد خود ماندن. خب فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، تا زمانی که اونها استوار ماندن با پیمان شما، به پیمان عهد شما، تا زمانی که عهدی که با شما بستن استوار ماندن. استقامو یعنی استوار ماندن، لکم به مو عهدشان با شما، فاستقیمو لهم، پس شما استوار بمانید به عهدتان با ایشان. فاستقیمو استوار بمانید، استقامت کنید، پایبند بمانید به عهد خود با آنها تا مدتش. خب
ان الله يحب المتقين، الله دوست می دارد متقیان را، یعنی پایبندی به عهد یکی از تقوا است، یکی از نشانه های تقوا است. خدا تقوا را دوست دارد، پس شما به مو عهد خود باقی بمانید. به چه کسانی؟ او کسانی که در نزد مسجد الحرام ای همه مشتکی نیست. باز نگین که این آیت خوب آیت های دیگه چطور برابر میه. او آیت های دیگه میگه که دیگه عهدی نیست بین شما و بین اینها. باز اینجا میگه که عهدی هست، خواهی یک گروه خاصی که در نزد مسجد الحرام و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان بسته بودن. الله گفت پس امینها تا زمانی که به عهد خود نسبت به شما پایبند هستند، شما هم پایبند باشید. که این تقوا هست. کیف و این یظهروا علیکم، الله دیگه مشتکین رو میگه دیگه، همه مشتکین رو بترومون. کیف چگونه و ای یظهروا علیکم، اگر غالب آین بر شما، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، رعایت نمی کنند در شما خیشاوندی را، الا خیشاوندی را، ولا ذمه نیج عهد و پیمان را. یگانی که از اینا تا زمانی که به عهد و پیمان خود میمانند خوشمان بمانید، اما اکثرشان چنین است. این مشرکین چنینن، اینا اگر بر شما غالب شوند، یعنی دست از اینا بالا شود، باز نه رعایت کدام خویشاوندی رو میکنن، نه رعایت عهد رو میکنن، همه رو زیر پا میگذارن، شما رو میکشن، شما رو اذیت میکنن، شما رو به فتنه ها میاندازن. اینا چنین قومی هستند. یردونکم بافواههم، راضی میگردانن شما را به زبانهای خود. به زبانهای خود چیزهایی میگویند که گویا که اینها شما از اینا راضی شوید. و تعبا قلوبهم، و سر باز میزند قلبهایشان، انکار میکند قلبهایشان. و اکثرهم فاسقون، اکثر ایشان هم فاسقان هستند، فاسق هستند. و از شرک فسق بالاتر چی باشد؟ اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، خریدن با آیت های الله ثمن کمی را، متاع کمی دنیا را. فصدوا عن سبیله، پس باز داشتن از راه الله. انهم ساء ما کانوا یعملون، اینها بد است آنچه که اینها انجام میدادند. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، مراعات نمی کنند در هیچ مسلمان خویشاوندی را، نه هم کدام عهدی را مراعات نمی کنند. و اولئک هم المؤمنون معتدون، اینها تجاوز کنندگان هستند. این آیت ها را دیگه حضرت علی به اینها خواند، علی ابن ابی طالب یک آیت ها را که خوب میکوبه اینها را و اینها را معرفی میکنه و عد شکنی هایش را میگه به اینها میخوانه، به اینها خواند در مکه مکرمه. فا این تابو و اقام الصلاة، اگر ایشان توبه کردن یعنی ایمان آوردن و نماز را برپا داشتن و آتو الزکات و دادن زکات را، در اینجا اقام الصلاة و آتو الزکات آمد. فا اخوانکم فی الدین، دوباره امی آیت دوباره اعلان کرد، یعنی بار بار اعلان می کند که اگر توبه کردن، اونجا میگه که رهایشان کنید، یعنی به اونا کار نداشته باشید. اینجا میگه اگر توبه کردن. فا اخوانکم فی الدین، پس ایشان برادران شما در دین هستند. خلاص دیگه، برادر دینی شما میشوند. ما مسلمان اسلام با ذات کسی دشمنی ندارد، یعنی تر نیست که ما با ذات با نفس یهودی، نصرانی، آمریکایی، دیگه روسی با نفسش دشمنی داشته باشیم. دشمنی اسلام با کفرش که در وجود اینها می باشد. ما که با اینها یک جا نمی شویم و اینها دوستی نمی کنیم، دو کفر و فسق و فجوری که در وجود اینها هست، خب اگر همون رو برداشته شود ایمان بیاورن، برادر ما هستن، برادر مسلمان است. اینجا میگه فا اخوانکم فی الدین، اگر توبه کردن، نماز را برپا داشتن، زکات دادن، اینها برادران شما در دین میباشن. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، و تفصیل بیان میکنیم آیات ها را برای قومی که میدانند. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، و اگر شکستن ایمانهم قسم هایشان را، من بعد عهدهم بعد از عهدشان،
بعد از میثاقشان قسم هایی که خورده بودن شکستاندند و طعنوا فی دینکم و طعنه زدن در دین شما، بی احترامی به دین شما کردن، بی احترامی به قرآن شما کردن. فقاتلوا ائمه الكفر، بکشید امام های کفر را، سران کفر را، سرداران کفر را. خطبا امی این کارها اکثرا از سردارها می شود، اول من ها از شکری ها از اونها می شود، اول می نره بکشید، بعدا نگه نفرهایشان را خواه مخواه. یعنی شما ازم سر شروع کنید، ازم رأسشان شروع کنید. ائمت الکفر، سران کفر را بکشید. انهم لا ایمان لهم، انها هیچ عهدی برایشان نمی باشد. لا ایمان لهم خوانده شده است، لا ایمان لهم هم قرات خوانده شده است. ایمانی به اینها نمی باشد، نه عهد دارند و نه ایمان دارند. لعلهم ینتهون، شاید که اینها برگردند. ائمه کفر را که بکشین، نفرای دیگه شاید برگردن. اما کلان ها را که بکشین، اونا را جزا بدین، اینا دیگه خورده دیگه اصلا اصل فسق و فساد خود اوناست، اونا اینا را میکشانن به طرف کفر و اینها. پس اونا را که بکشین شاید دیگه اینا دیگه برگردن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا جنگ نمی کنید، چرا نمی کشید و قتال نمی نمایید با قومی که نکثوا ایمانهم، شکستن عهدهای خود را، و هم و همو به اخراج الرسول، و قصد کردن به بیرون کردن رسول، قصد بیرون کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردن. یا اشاره به طرف او جنگ هایست که به مدینه حمله می آوردن، غزوه های در احد، در چی جنگ های دیگه خندق، در این جنگ هایی که حمله می آوردن، غزوه احزاب، تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکشن بیرون کنن. هم یعنی قصد کردن به بیرون کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره. یا اشاره به طرف او قصدی است که در دار الندوه، او دیروز ما شما خواندیم که در دار الندوه کردن برای بیرون کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه، و هم به اخراج الرسول، و قصد کردن به بیرون کردن رسول الله. و هم بدؤوکم اول مره، و آنها آغاز کردن با شما اولین مرتبه جنگ رو. اینا آغاز کردن، یعنی جنگ اسلام آغاز نکرد، جنگ رو اینا آغاز کردن. اینها در مدینه کشتن، در مکه کشتن، مسلمانان را اذیت کردن. مسلمانان اولین شهیدایی که در اسلام است شما شنیده باشید، سمیه، زن بیگناه مظلومی که هیچ کسی را ندارد، او را میکشن، زن مظلوم را. اولین اینا کشتن ها را شروع کردن برای شما. با شما چرا حالا دیگه با اینها نمیجنگید؟ شما حق دارید با اینها بجنگید، وگرنه اسلام نبود که اول جنگ را اسلام شروع کند. و هم بدؤوکم اول مره، و ایشان شروع کردن با شما در اولین مرحله، اولین بار. اتخشونهم، آیا می ترسید از ایشان؟ فالله احق ان تخشوه، پس الله مستحق تر است این که از او بترسید، از الله بترسید، از اینها ترسی نداشته باشید. ان کنتم مؤمنین، اگر هستید شما مؤمنان. این آیت های قرآن چنین می آید، الا تقاتلون، چرا؟ این تحریض می کند، یعنی تشویق می کند مسلمانان را که مردانوار با این کافری که به تو ظلم کرده است، تو ظلم می کند، به جنگ و نترس، از الله بترس. قاتلوهم یعذبهم الله بی ایدیکن، بکشید اینها را، عذاب می کند الله اینها را به دستان شما، الله عذاب می کند اینها را به دستان شما. و یخزهم، اینها را خار و ذلیل می سازد. و ینصرکم علیهم، و نصرت می دهد شما را بر ایشان، شما را بر ایشان نصرت می دهد، پیروزتان می کند. و یشفی صدور قوم مؤمنین، و شفا می دهد دلهای قوم مؤمنان را، مؤمنانی که رنج دیدن، مؤمنانی که آزار دیدن، مؤمنانی که کشته شدند و زخمی شدند و به زندانها افتادند و اذیت و آزار شدند. اونا زمانی که شما مردانوار بجنگید، الله به دستان شما اینها را خار و ذلیل می سازد، و دل این مسلمانان شفا می یابد، یعنی دلشان یخ می شود، دلشان خوش می شود که الحمدلله خوب شدی، ظالم ها از بین رفتن. کی می شود؟ به شرطی که تو مبارزه را
میدان را ایران نکنی، تو در میدان باشی و این دشمن را از بین ببری و دستان تو از بین برود. و یذهب غیظ قلوبهم، و دور می سازد الله متعال خشم قلبهای آنها را. مسلمانان نسبت به کفار ظالم، ظالم ها خشم دارند، امی خشم دلشان از بین می رود زمانی که شما اینها را بکشید و اینها را حلاق بسازید. و یتوب الله علی من یشاء، و توبه می پذیرد الله بر کسی که بخواهد. والله علیم حکیم، و الله عالم و با حکمت است. حتی بعضی از کفار در امی زمان هم، در امی زمان ما و شما، باز اعلان کردن، گفتن که باید سوره براءت از قرآن مجید برداشته شود. سوره براءت زیاد کوشش دارن، همی فیلمان هم در چندین مجامع چی مستقبلین دنیا، کفار، مستشرقین، اینا گفته شده است که سوره براءت باید از قرآن مجید برداشته شود. چرا؟ چون سوره براءت همی تهمی سوره است. این سوره است که مسلمان مجاهد می سازد. این سوره است که همین جوان را به حرکت در میارد. قرآن میگه بجنگ، بکش این کافر بیدین ظالم مستکبر که به مسلمان در هر گوشه و کنار در مسلمان به مسلمانان ظلم میکند. اینه که کشتی دل مسلمانان یخ میشود، دل مظلوم ها یخ میشود، اونهایی که مظلوم واقع شدن خوش میشوند که الله چنین عذابی را به دستان مبارک تو به اینها رساند. این سوره، سوره قتال، سوره جهاد، سوره مبارزه، سوره حرکت به آوردن مسلمانان است. مسلمانان به حرکت می آورند. و می خاطر میگن که سوره براءت بعد از قرآن برداشته شود. یک بار خود میگن که میخوام آیات های جهاد باید برداشته شود، باز میگن کم از کم سوره براءت برداشته شود که این سوره تا زمانی که باشد این مسلمانان همونطور به قوت در برابر ما می جنگند و استاده می شوند. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء. یتوب الله علی من یشاء اشاره به است که یگان از اینها مؤمن می شوند، یگان از اینها مؤمن می شوند و این قبول توبه است که الله توبه اونها را میپذیرد، مسلمان می شوند. مسلمان که شدند چه بهتر، نشدند دیگه اونها جزای خود را ببینند. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، آیا گمان کردید شما اینکه ترک کرده شوید، رها کرده شوید، در حالی که الله ندانسته است، یعنی ظاهر نکرده است آنانی که جهاد کردند از شما. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، و نگرفتن بغیر از الله و رسولش و بغیر از مؤمنین ولیجتن هیز رازداری را دوست رازدار نگرفتن بغیر از الله. آیا شما گمان میکنید که ترک شوید در حالی که الله مجاهدین را ظاهر نکرده باشد؟ آنانی که الله و رسول را دوست دارند و مؤمنین را دوست دارند، بغیر از مؤمنین با هیچ کسی دوستی نمی کنند، اینها را ظاهر نکرده باشد؟ نه. سوال چنین است، یه جوابش نه، الله شما را ایتر نمی گذارد. الله می خواهد، الله میدان را می آورد، الله ظاهر می کند مجاهد را از غیر مجاهد، مؤمن را از غیر مجاهد، الله ظاهر می کند، واضح می سازد در دنیا هم در آخرت هم که مجاهد کیست و غیر مجاهد کیست. والله خبیر بما تعملون، و الله با خبر است آنچه که شما انجام می دهید. ما کان للمشرکین، نیست برای مشرکین، ای یعمرو مساجد الله، اینکه عمران و آباد بنمایند مساجد الله را، یعنی آباد کنند مساجد الله را، خصوصا مسجد الحرام که در رأس قرار دارد. شاهدین علی انفسهم بالکفر، شهادت کنندگان بر نفس خیش بکفر، در حالی که گواهان هستند، شاهدین گواه و شهادت دهنده هستند، علا نه انفس این بر نفس خیش بالکفر بکفر. چگونه شهادت میدن؟ یکی خوامی اقوالشان احوالشان خودش همی واضح شهادت میده که کافر است. مشرک اقوالش کردارش و رفتنش پیش بود
نظر کردنش به غیر الله، الهام خودش شهادت بری میداد که کافر است، پس گویا خودش شهادت میداد، گویا خودش گویا شهادت میداد. یا ای که مراد به این است همون قول مشهور عرب های مشرک زمانی که طواف میکردن میگفتن که لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه و ما ملک الا شریکن، میگفتن لبیک به خدمت استادایم الله، هیچ شریکی برای تو نیست مگر اون شریکی که خودت مالکش میباشی، مگر این شریکایی که تو مالک هستی اونها را. یعنی چی؟ یعنی شریک نداری به غیر از این شریکایی که ما به تو بتای ما، به غیر از این لات، به غیر از اوزا، به غیر از چی همین بتا را، اینها را خودشان به زبان خودی خوشحالت به کفر است دیگه. خودش به زبان خود می آورد، در خود در هنگام طواف می آورد و می گفت که شریک نداری مگر می شریکار، خود تو کافر هستی. بس شاهدین علی انفسهم بالکفر، یا که شاید مراد این باشد کمی قولشان گفتهشان که به زبان خود شهادت می دادن که اینا کافر هستن و مشرک هستن. اولای که حبیطت اعمالهم، این گروه کسانی هستن که ضایع گردید است اعمالشان. و فی النار هم خالدون، در آتششان همیشه هستند. اینجا دیگه ای آیت اعلان کرد که مسجد الحرام را اینها حق عمرانش ندارند، حق آبادی این مسجد الحرام را این مشرکین ندارند. بکشین اینها را، حق آبادی این مسجد الحرام را کی دارد؟ خود قرآن میگوید انما یعمر مساجد الله، جز این نیست که آباد می کند مساجد الله را. من آمن بالله، کسی که ایمان بیاورد به الله، و الیوم الاخر و به روز آخرت، و اقام الصلاة و برپا دارد نماز را، و آت الزکات و بدهد زکات را، و لم یخش الا الله و نترسد جز از الله، فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، شاید این گروه باشند از جمله هدایت شوندگان. یا نزدیک است، عصا در جامعه نزدیک است، نزدیک است یقینا اینها جمله مهتدین هستند. خب مسجد را کی آباد می کند؟ یادم، کسی که ایمان به الله دارد، کسی ایمان به روز آخرت دارد، نماز را می خواند، زکات را می دهد، جز از الله دیگه از هیچ کسی نمی ترسد. این حق عمران مسجد را دارد، آبادی مسجد را دارد، مسجد الحرام را این باید آباد کند. این مؤمن، این صحابه رسول الله، این تابعین، این مسلمان، این حق را دارد این مسجد را آباد کند، نه اون مشتکی که اطراف مسجد محکم گرفته است رسول الله را از مسجد بیرون می کند، از مسجد الحرام با میگه من مسجد را آباد می کنم. تو حق آباد کردن مسجد را نداری که تو کافر هستی. و شاهدین علی انفسهم بالکفر، ها آیه مبارکه تا روز قیامت اشاره بری دارد که مسجد مسجد داری مسجد های ما و شما را، مسجد را چه کسی آباد می کند؟ آیه اشاره دارد که کسی که ایمان به الله دارد مسجد را آباد می کند. و آبادی مسجد خود تنها آبادی ظاهری نیست، تنها آبادی بنا نیست، بلکه آبادی معنوی مهمتر از آبادی ظاهریش است. یعنی که کسی مسجد را چنین به نماز بیاید، درس ها دهش قرار بدهد، برنامه های اسلامی بگیرد، مسجد آباد باشد، تعلیم و تعلم باشد، فقه باشد، قرآن آموختن باشد، اینها در مسجد، اینها هم آبادی مسجد است. اینها را کسانی می کنند که ایمان دارند. الله گویا شهادت می دهد، خبر خوش می دهد و بشارت می دهد که امین مؤمن است. هر کسی که مسجد را یا از نظر ظاهریش مسجد آباد می کند، یا ای که در نظر معنویش مسجد را آباد می کند، علامت ایمان او می باشد. فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، میگم اینا هدایت هم هستند. اجعلتم سقایت الحاج، آیا گردانیدید آب دادن حاجی ها را؟ و عمارت المسجد الحرام، و عمارت و آبادی مسجد الحرام را، ایرا گرد داریدید؟ که من آمن بالله و الیوم الاخر، مانند آن کسی که ایمان داشته باشد به الله و به روز آخرت، و جاهد فی سبیل الله، و جهاد کند در راه الله. نه اشتباه است، اینها را برابر نکنید. ادهی از مشرکین چنین استدلال کردن در برابر مسلمانان که ما خو مسجد الحرام را، ما حاجی ها را آب می دادیم، ما حجاج خدمت می کردیم، ما مسجد الحرام را آباد می کردیم، شما چی میگین؟ مقام ما چقدر بلند است؟ نه، آیت نازل شد که تو با مؤمن برابر نیستی، تو با شرکت، به شرکت بالکل که مسجد را آباد کنی، او آباد کردن مسجد ارزشی ندارد در حالی که ایمان نداری.
در حالی که با خدا کفر میکنی، تو با این کسی با مؤمنی که ایمان بیاورد به الله روز آخرت و جاهد فی سبیل الله و جهاد کند در راه، تو هیچ گام برابر نمی باشی. لا یستوون عند الله، برابر نیستند در نزد الله. والله لا یهدی القوم الظالمین، و الله هدایت نمی کند قوم ظالمان را. همین تفسیر تفسیر بهتر شد، همین در ما شما تفسیر کردیم انشاءالله. اگرچه بعضی طرح آمده است که همین یک کدام مناقشه بین بعضی خود مسلمانان بوده است که بعضی ها گفتن که مسلمان هم شده بودن، لیکن می گفتن ما خود کسانی بودیم که خود جا در آب می دادین، ما کسانی بودیم مسجد الحرام را آباد می کردین، و پس مقام ما از شما مسلمان های دیگه که شما اول به رسول الله ایمان آوردین مقام ما بالاتر است. خب نه، آیه نازل شد که نه خیر، ای کسی که اول ایمان آورده است و در کنار رسول الله بوده است و جهاد کرده است، این مقامش از تو خیلی بالاتر است. خب این طرف چیه؟ موضوعی هم آمده است، اما واضحتر امو است که اصلا این اعلان برای خود مشرکین است. مشرکینی که مدعی بودن که ما آب میدهیم حجاج را، نان میدهیم حجاج را، خدمت میکنیم حجاج را، آباد میکنیم مسجد الحرام را، الله گفت تو مشرک با این مؤمن هیچ برابر نیستید. امی ان شاء الله واضح تر میباشد. الذين امنوا، باز دوباره تاکید میکنند، آنانی که ایمان آوردند و هاجروا و هجرت نمودند و جاهدوا فی سبیل الله و جهاد کردند در راه الله، با اموالهم و انفسهم، به مالهایشان و نفسهایشان، اعظم درجتن عند الله، بزرگتر است درجه ایشان در نزد الله. اعظم درجتن یعنی بزرگتر است برایشان درجه در نزد الله، درجه اینها در نزد الله خیلی بالاتر است. و اولئک هم الفائزون، اینها هستند فائزان، رستگاران، کامیابان. یبشرهم ربهم برحمت من، بشارت میدهد ایشان را پروردگارشان به رحمتی از جانب خود. و رضوان، و رضوان الله، رضایت الله، رضای الله، رضوان الله. و جنات لهم فیها نعیم مقیم، و جنت هایی که هست برایشان در اون جنت ها نعمت های پایدار، نعمت های همیشه. خالدین فیها، همیشه می باشند در اون جنت، ابدا، برای ابد، برای همیش. ان الله عنده اجر عظیم، به تحقیق که الله در نزد وی می باشد اجری بزرگی. تا اینجا ان شاء الله کافی است که برادران باز خسته نشوند، 10 دقیقه تفریح میدیم. صدق الله العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.